قبل از اینکه برم سراغ معرفی این ابزارها من یه چیزی رو بگم در خصوص تایپ کنترل N رو میزنم اینتر و کنترل صفر یک سند جدید باز کردم حالت مختلف این تایپ داره به صورت افقی نوشته بشه یا به صورت عمودی از بالا به پایین باشه و همینطور به صورت افقی و عمودی باشه ولی تو خالی باشه ما میدونیم که اگر من در حالت عادی اینجا متنی رو داشته باشم مثلا از وسط شروع بشه آزیموت خب به صورت عادی نوشته شده اگر من به صورت عمودی بذارم دقت بکنید آ زیموت اینطوری نوشته میشه و اگر این حالت رو انتخاب کنم یا این حالت دقیقا مشابه همین مونتا تو خالیه چه استفاده میشه فرض بکنید من اینجا داشته باشم آ زی موت البته سایزش رو بذارید من بزرگتر بکنم خیلی خوب پس این متن نوشته شد الان که من خارج بشم میبینم یک متنی نوشته شده که در حالت سلکته یعنی در واقع جوهر نداره تو پر نیستش و تو خالیه مثلا من میتونم بیام تو این گرادیان از یک طرح رنگی استفاده بکنم بیام تو این لایه و بکشم ول بکنم کنترل رو میگیرم دی رو میزنم که دیسلکت بشه همونطور که میبینیم به صورت رنگی در اومد اون متن ما چون حالت تو خالی رو داشت این از این بخش که فرموش کردم توی ویدیو قبلی بگم بریم سراغ این ابزارها خب اگر من زوم بکنم توی کار به کمک این ابزار که اسمش هند توله که با اچ هم میاد میتونم پن بکنم کار رو یعنی سر بخورم بکشم ول بکنم بکشم ول بکنم یا ول نکنم همینطوری بکشم و بعد موسو رها بکنم کار خاصی نمیکنه اینجا نحوه فیت خود پروژه هستش هیچ فرقی نمیکنه هر جو که راحتید، خیلی کم استفاده میشه اسکرول آل ویندوز چجوریه من یک فایل دیگه باز بکنم مثلا این رندر رو بیارم کنترل صفر اینم میزنم ویندوز رو بر اساس دوتایی میذارم که هر دوتا پروژه رو با هم داشته باشیم اگر این تیک خورده باشه من هر چقدر اینو جابجا جا بکنم اون یکی عکس هم به همون میزان جابجا جا میشه بعضی از طراحی ها وجود داره که نیاز داره دوتاش همزمان با هم سر بخوره خیلی کم البته این اتفاق پیش میاد که نیاز باشه از این استفاده کنم اگه من این تیکو بردارم دیگه تمامی ویندوز ها این قابلیت رو ندارن هیچ فرقی نمیکنه. چه توی این باشم چه توی اون یکی باشم فقط تاثیر رو توی اون پنجره میذاره اگه این تیک نباشه ابزار بعدی روتیت که با R نشون داده میشه ببینید من اگه کنترل صفر رو بزنم بذارید بزن از زوم استفاده بکنم خارجش بکنم عقب بیام خب ببینید به کمک این R یا روتیت من فقط میتونم صفم و بچرخونم اگر روی این حالت هم باشم سیو بکنم عکس همه حالت عادی شده داره یعنی عکس رو دوچار پیچش نمیکنه محل قرار گرفتن ما روی عکس رو داره جابجا میکنه فرض کنید روی فرش انداختید این عکس رو چهار زانو نشستید از بالا دارید نگاه میکنید این کاری که من میکنم خودمو جابجا کردم عکس هر جاش هست خودمو دارم جابجا جا میکنم و هیچ تأثیری نداره یعنی توی پیچش عکس بعدا من میگم چجور با عکس رو دوچاره چرخشش بکنید اینجا همون زاویه است این همون زاویه است ریست بکنید بر سر جای اولش روتیت آل ویندوز مشخصه یعنی تمامی ویندوز هایی که در حال فعالیت هستن رو دوچاره این چرخش بکن به صورت همزمان خیلی کم استفاده میشه از این دو ابزار اگر ما بخویم از هنم استفاده بکنیم ما میتونیم بزنیم من زوم بکنم روی حالت بزنم اوکی میتونم با مثلا توی هر ابزار دیگه فرس ای باشم مثلا فرسمه برار ایسپیس میتونم به صورت موقت همون کار رو انجام بدم داخل هر عکسی که باشم من میتونم با گرفتن اسپیس اون کار رو انجام بدم خیلی کم از این دو تا ابزار استفاده میشه بریم سراغ زوم که خب زوم به سمت عقب باشه یا زوم به سمت جلو باشه فیت سکرین مشخصه فیل سکرین هم مشخصه صد در سر. هستش که سایز کاغذ رو در نظر میگیره یا سایز منیتورتون رو در نظر میگیره اسکروبی چیه ببینید اگر خاموش باشه من موسو که بکشم یک محدوده رو داره بر من مشخص میکنه بر زوم الان موسو دارم چپ و راست میکنم به من اینکه ول میکنم اون منطقه رو بر من زوم کنم اگر اسکروبی تیکش خورده باشه من اگه کلیک بکنم چپ و راست بکنم به این صورت داره زوم میشه دیگه محدوده رو به من نشون نمیده هر نقطه ای که مد نظر باشه میتونم روی اون میتونم رو زوم کنم یا اینجا برم زوم بکنم ولی نباشه بکشم ببینید داره محدوده برای من مشخص میکنه که بره اونجا رو برای من زوم بکنم خب بذاره من این دوشار چرخش شده رو برگردم روتیتش رو ریست میکنم تیکش هم برمیدارم اوکی زوم آل ویندوز مشخصه یعنی بذاره من بیام بزنم یعنی توی تمامی ویندوزها این زوم انجام بگیره یا زوم اوت بکنم زوم این یعنی این zoom out یعنی این که با این ابزار هم میشه انجام داد خیلی کم پیش میاد از این ابزار اینطوری بخوایم استفاده کنیم معمولا با خود غلطک موس ما میتونیم عمل زوم رو انجام بدیم خب من اگر این تیک رو بردارم اینجا میبینیم این ریسایز windows فعال میشه به چه صورته ببینید اینجا به صورت تپ تپ من این کارا رو دارم میتونم یکیشو بگیرم اینطوری بکشم بیرون اینجا اون تب خودشه من اینو کوچیک بکنم اوکی این عکس بعدیمونه نا که من میتونم بکشم اینجا به منسی که آبی میشه ول کنم دوباره تبش میاد ولی بکشم میتونم اون رو خارج بکنم بره سر جای خودش یا بیاد بیرون هیچ فرقی نمیکنه خب این ریسایز فیت چه کار میکنه ببینید مگه اگه اینو کلیک بکنم الان من بزرگ کردم داخل اون تبه نبرده بذار من کوچیک کنم که متوجه بشه ببینید وقتی عکس کوچیک میشه از یک حدی اینجا دیگه گذشت اون پنجره هم داره باهاش کوچیک میکنه میبینید پنجره هم داره باهاش هی کوچیک میکنه ولی اگه بزرگ بکنم ناکوی پنجره هم داره باهاش بزرگ میکنه خب حالا اگه این تیک نباشه چه بزرگ بکنیم چه کوچیک بکنیم پنجره ثابته فقط توی خود عکس توی همون سایزی که برای قابش در نظر گرفته شده ببین قاب ثابته دیگه تکون نمیخواد در حالی که اینو بزنم سایز این پنجره هم با اون تغییر میده بی نهایت کم کار برده یه چیز استفاده نمیشه معمولا ما اصلا داخل تب هستیم اگر داخل تب باشه که اصلا اینو هیچ تاثیری نداره چه من اینو بزرگ بکنم ببینید داخل همون قاب داره بزرگ میکنه چه من کوچیکش بکنم با وجود اینکه این تیک خورده ولی تاثیری نداره باید حتما خارج از اون تب باشه که همچی قابلیتی رو داشته باشه که بسیار هم کم کاربرده. برده خب این ابزار چیه؟ میدونید فقط رنگ رو بر ما مشخص میکنه فرض کنید اینجا هستیم من یک رنگ نارنجی رو انتخاب میکنم با براش میام طرح خودم رو میکشم رنگ پس چیه؟ سفیده مثلا من میتونم شبه کنم همچی رنگ جیگری ببینید همیشه رنگ فورگراند تو اولویت و بعد بکگراند اگه من میخوام اینا رو سویچ بکنم بعضی وقتا طراح احتیاج دارن که خیلی سریع این دو رو با هم سویچ بکنم دو رنگی که خیلی کار میکنن این تیک رو روش میزنن دوباره سریع اینو میزنن خب این یه تیکش با اسلام میشه بعد اینجاش مجدد بعد اینطوری میشد هر تغییری میخوان رو میدن با این ما میتونیم ریستش بکنیم همون سیاسفید دیفالتی که هست رو بکشیم که با ایکس ما میتونیم چنج بکنیم دو تا رنگ رو سویچ بکنیم با یک کلیک خیلی سریع ما میتونیم بین دو رنگ سویچ بکنیم و با دی به صورت دیفالت در میاد یعنی اگر این این رنگ باشه و گراند هم رنگی باشه اگه من X رو بزنم میبینیم که سری در اون رنگ ها به وجود میاد من دی رو بزنم دیفالتمون که سیاه و سفید هست به وجود میاد این دو تا رنگ زیاد استفاده میشه تمامی رنگ ها رو تقریبا میشه که ما از همینجا انتخاب کنیم هرچند اینجا هم همین این هست اگه اینجا رو دقت بکنید ما اینجا پنلی رو داریم به اسم کالرز داره همین تغییرات توی اینجا اعمال میشه که با دو بار کلیک روی این هم ما میتونیم اون رنگ مورد نظرمون رو به دست بیاریم ماسک چیه ببینید فرض کنید من اینجا عکس رو دارم من اینجا یک انجام میدم اینجا رو. خب من فرض کنید هدفم این بود که این صندلی رو سلکت بکنم خب خیلی سخته اگر ما پروژه های زیادی رو کار میبینیم که خیلی وقتا هیچ کدوم از این ابزارها کمک ما نمیکنه برای اینکه اون سلکت دقیق رو انجام داشته باشیم این الان شکل ساده ای و کاملا میشه سریع انتخابش کرد چیکار میکنن یک ماسک بعد از اینکه منطقه ای رو سلکت کردید یک ماسک ایجاد میکنید یک کلیک میکنن ببینید همه جا رو قرمز نکرده این داره اینطور به من نشون میده که اینجاها سلکت نشده است و اینجا سلکت شده است که من میتونم اضافه بکنم یا کم کنم بر اساس براش هایی که به من میده این هنس هم که بهبود بخشیدن ریفاین Edge رو میدونی توی تمام لایه ها هم که میدونی ببینید چه کار میکنه بر اساس این براشی که من میکشم میاد منطقی رو سلکت میکنه و منطقی رو دی سلیک میکنه اینجا من دیگه رنگ نمیکنم جایی رو کار دوم این پن به وجود میاد ببینید من اینجا میام فرض بکنید با رنگ سیاه و سفید کار میکنید با رنگ سیاه من میام اینجا رو میکشم پس این منطقه قرمز هم مشابه این منطقه قرمز جز مناطق دی سلکته غیر سلکته ببینید مگه ماسک رو حالا بردارم میبینیم که اون محدوده انتخاب شد و این منطقه مثل اینجا غیر انتخابه یک بار دیگه ماسک رو میزنم فرض بکنیم من اینجا نمیخواستم اگه من براشم رو بزرگتر بکنم میتونم بگیم اینجاها ها رو من نمیخوام خب خیلی راحت با نقاشی کردم میتونم بگیم اینجاها رو من نمیخوام حالا که ماس رو بعدم می‌بینم که انتخابم خیلی راحت متناسب با اون پنم به وجود میاد البته من باید پن نرم استفاده نکنم اینجا ببینید پنش نرمه من باید مثلا از حالت شارپ مثل اینا استفاده کنم که هاردنس نداشته باشه خب ببینید من اینو سویچ میکنم سفید سفید یعنی به منطقی سلکت هم اضافه کن فرض کنید اینجا بیاد این طوریشه. این منطقه جزء سلکت من بود که با هیچ کدوم از این ابزارها من نمیتونستم اونجا سلکت بکنم خیلی راحت الان که ماسک رو بردارم ببینید این منطقه هم جزء مناطق سلکت شده من هست یعنی دوباره اینو من میزنم میگم که فرض کنید این صندلی اینجا شم باید باشه با البته با براش بیاد که خیلی دقیق‌تر باشه من اینجا رنگ مشکی رو انتخاب میکنم من کنترل دی رو بزنم ببینید ماسک هست من اینجا رو کلیک بکنم یعنی این مناطق رو نمیخوام سلکت بکنم مثلا اینجا هم نمیخواستم اینا رو من میخواستم سلکت بکنم برکه میدارم میبینم انتخابم هم به همین صورته یعنی با رنگ سیاه و سفید ما میتونیم مشخص بکنیم که چه مناطقی رو برای ما سلکت بکن که خیلی راحتر انجام میدید که البته چون با براش استفاده میکنیم باز بحث قلم نوری میاد واسه که خیلی کار را راحتر میکنه کلا قلم نوری برای فتوشاپ تقریبا میشه بود یکی از واجبات کار با موس خیلی سخته اگه ما بخوایم با براش ها کار بکنیم خیلی خوب این هم پس ماسک که البته ما یک ماسک حرفه‌ای اینجا داریم بعدا راجع بهش توضیح میدی. این به صورت موقت هست برای اینکه ما بتونیم مناطقی رو سلکت بکنیم و دیسلکت بکنیم این هم هیچ کاری نمیکنه فقط محیط کاری رو بر ما بازتر میکنه این ابزارها رو از بین میبره و فقط ما مثلا کانواس رو داشته باشیم تصویرمون رو داشته باشیم اگر یه بار روش کلیک بکنم اون صفحه دسکتاپ من که دکمه استارت وجود داره و ساعت ویندوز غیر اون پایین وجود داره اونها رو بر من هست که کل مونیتور من رو الان گذاشته که من استفاده بکنم برای کار با فتوشاپ یک بار دیگه کلیک بکنم یه پیغامی به من میده که من میتونم اینو بزنم دیگه به من نشون نده میگه من کل اینا رو میبرم و فول اسکرینش میکنم شما با اف میتونی برگردونی ببینید هیچ ابزاری دیگه من ندم هرچند موسو ببرید میتونید اینا رو دوباره بیارید چه سمت راست که الان جزء منطقه کپچر نیستش بالاخره یه چیزایی حالا نشون میده تا این محدوده ای رو پس من میتونم این ابزارها رو بیارم دکمه F رو میزنم الان فیت مثلا کپچر منه یه F دیگه میزنم کل مانیتور من رو داره استفاده میکنه یه F دیگه میزنم به صورت فول اسکرین بدون که ابزاری رو من داشته باشم مجدد F F F کار خاصی رو توی عکس ما انجام نمیده تو محیط رو فقط ابزارها رو میبره که کار ما سبکتر بشه تنظیم خاصی هم نداره که من بخوام اینجا بهتون بگم با زدنش من این تیکرم برمیدارم دیگه به من این پیغامو نده پس کار با این ابزارها ها یاد گرفتیم کلا توی ویدیوهای بعدی میپردازیم به این قسمت فوتوشاپ